همونطور که بدونید رقابت توی دنیای ویدیو گیم خیلی شدیده و هر از گاهی این کمپانیا از هم شکایت میکنن. بعضی وقتا این کمپانیا میان یه مکانیزم گیم پلی رو که خودشون ابدا کردن پتنت میکنن، یعنی کسی دیگه حق نداره ازش استفاده بکنه. من امروز به 10 تا از این موارد اشاره میکنم. شماره 10، بذارید از مطرح ترین شروع بکنیم چون میدونم چند باری بهش اشاره کردم، سیستم نمسیس توی بازی شادو وار و شادو موردور. خب این سیستم میتونم بگم تنها دلیلی که شما میتونید این دوتا بازی رو دوباره انجام بدید. در واقع یک جورایی قابلیت اینو به بازی ها میده که همیشه بشه اونا رو انجام داد، چرا که هر دفعه شما یک داستان جدید میتونید از توش در بیارید. خب موضوع اینجاست، این سیستم اینطوریه که شما اگر یک اورکی رو بکشید اون کلن نمیمیره و دفعه بعد برمیگرده. مثلا اگر اون رو با آتیش سوزونده باشید دفعه بعد صورت خودش رو بانداش کرده و حالا دیگه نسبت به آتیش ایمنه، یا اگه دستش رو قطع کرده باشید اون یه چنگک به جاش در میاره. همچین چیزایی. یا از اون طرف اگر یک اورک معمولی سرباز شما رو بکشه تبدیل میشه به یک فرمانده، اگه یه فرمانده شما رو بکشه ترفیه درجه میگیره. خب موضوع اینجاست که کمپانی وارنر برادرز میدونست که این یک ایده خیلی خفنه و به همین دلیل اون رو سریع پتنت کردن و تا سال 2035 کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه. به همین دلیل که شما دیگه این سیستم رو توی بقیه بازی ها نمیبینید. خب از اون بدتر اینه که حتی خود این کمپانی هم نمیاد بازی های جدیدی باش درست بکنه. مونالیس پروداکشن، کسایی که سازنده شادو اف موردور بودن، قصد داشتن یک بازی درست بکنن در مورد بتمن که میخواستن از این سیستم نمسیس توش استفاده بکنن. فرض کنید چقدر باحال میشد این که مثلا یکی از اون آدمای پیزوری الکی شما را شکست بده و بعد دفعه بعد میدونید تبدیل بشه به یک باس. شماره 9، اما جدیدترین مورد پتنت که به خاطرش یک شکایت هم صورت گرفته مربوط به شکایت نینتندو از استودیو سازنده پلورد میشه. همونطور که میدونید پلورد یک بازیه که شباهت‌های خیلی زیادی به پوکیمون داره. در واقع خیلی به اون میگن پوکیمون با تفنگ، که خب از نظر ژانری واقعا با هم متفاوت هستن، چرا که پوکیمون تقریبا RPGه ولی خب پلورد یک بازی کوآپ آنلاینه. اما یک موضوعی در مورد دوتاشون وجود داره. توی پوکیمون اگر بازی کرده باشید میدونید که یک سری توپی وجود داره که شما با استفاده از اون میتونید پوکیمون ها رو دستگیر بکنید، یه جوری گیرشون بندازید. پلورد هم گرفته از این ایده استفاده کرده. اما موضوع اینجاست که ایده پرت کردن توپ و بعد اینکه شما یک جک و جونوری توش گیر بندازید توسط نینتندو پتنت شده بود و به همین دلیل اونا در حال حاضر از این استدیو شکایت کردن که به احتمال خیلی زیاد برنده هم میشن. جالبه بدونید که نینتندو تا حالا هیچ وقت توی هیچ کدوم از این شکایت‌هایی که کرده بازنده نبوده. شماره 8، همونطور که میدونید استودیو بلوپر در حال حاضر بازی سایلنت هیل 2 رو ریمیک کردن، خب عرض هم شده. اما اونا قبلا یه بازی دیگه ساخته بودن که همچین بگینگی مه بود، میدیوم. آره میدیوم اونقدر بازی خفنی نبود، اما یک ایده‌ای داشت که اونا به سرعت گرفتن این ایده رو پتنت کردن، اینکه شما در آن واحد توی دو تا دنیا برید. آره کاراکتر شما توی دو تا دنیا قدم میذاره و باید یک سری پازل رو حل بکنه. در آن واحد شما دوتاشون رو کنترل میکنید. اونا گرفتن این ایده رو پتنت کردن که خب میتونید استفاده از این ایده توی سری سایلنت هیل خیلی جوابه. همونطور که میدونید توی سری سایلنت هیل شما از دنیای مادی میتونید خودتون رو به دنیای سایه ها ببرید که خب اگر دقت کرده باشید با این ایده خیلی سازگاره، باشید به همین دلیل که کونامی رفت سراغ بلوپر. شماره 7، یکی از چیزایی که شما دیگه توی بازی‌های ویدیویی نمی‌بینید لودینگ اسکرینه. آره یک دوره‌ای بود که لودینگ اسکرین همه جا وجود داشت و هر از گاهی به چند دقیقه طول می‌کشید. اگر شما جی تی ای وی رو روی ایکس باکس 360 و پلی استیشن انجام داده باشید می‌دونید که دارم راجع به چی صحبت می‌کنم. اما خب یه بازی وجود داره به اسم ری تریسر که توسط نمکو درست شده. خب که این بازی اومده بودن از یه ایده جذابی استفاده کرده بودن. وقتی که لودینگ اسکرین داشت سپریم شد شما میتونستید یک مینی گیم رو انجام بدید. این مینی گیم رو که خب توی خیلی دیگه از بازی های نمکو هم وجود داره، مثل تکن 5 و یا بازی های دیگه. موضوع اینجاست که اونا گرفتن این ایده رو پتنت کردن و تا سال 2015 هیچ کس نمیتونست از این ایده استفاده بکنه. نکته جالب چیه؟ در سال 2015 کلی از استودیوهای بازی‌های ایندی به مناسبت اینکه بالاخره این پتنت داره مدتش تموم میشه، گرفته بودن کلی مینی گیم جذاب برای لودینگ اسکرین‌های خودشون درست کرده بودند. شماره 6، اگر شما بازی اسپرینتر سل کانویکشن رو انجام داده باشید، احتمالاً میدونید که نسبت به نسخه‌های قبلی یه مقدار اکشن‌تر شده بودن.
از اون حالت مخفی کاری فاصله گرفته بودن که بخشش برمیگرده به سیستم های جدیدی که یوبیسافت ابدا کرده بود. حالا این سیستم ها چه بودن؟ اولش این بود که شما میتونستید ببینید که دقیقاً آخرین جایی که سربازها شما رو مشاهده کردن کجاست. یعنی یک سایه ای ازتون باقی میمون که میدونستید سربازها میان اونجا رو میگردن. که خب از این ایده توی اساسنز کرید استفاده شده. اما ایده بعدی این بود اگر شما بدون اینکه کسی بفهمه چند تا سرباز رو میکشتید، یک متراژی داشتید که اون پر میشد و بعد میتونستید از یک قابلیت دیگه استفاده بکنید، اینکه روی چند تا سرباز کلیک بکنید و بعد کاراکتر شما اونا رو هدشات بکنه. خب از این ایده هم توی خیلی از بازی های یوبیسافت از جمله اساسنز کرید و میدونید گوست ریکان و حتی استار وارز اوتلا استفاده شده. اما خب این دوتا ایده هر دوتاشون پتنت هستن و متاسفانه بازی های دیگه نمیتونن ازش استفاده بکنند. شماره 5، انجام دادن بازی های اکشن روی کنسول های قدیمی مثل پلی‌استیشن 2 یک بدی خیلی خیلی روی مخی داشت. زمانی که شما داشتید با چند نفر مبارزه میکردید و خب یهو کاراکتر شما برمیگشت به یه نفری که نمیخواستید مشت میزد. خب یه بازی وجود داشت به اسم مارک آف کری که تونسته بود یک ایده خیلی باحالی رو مطرح بکنه. شما روی هر کدوم از این دشمنایی که اونجا بودن کلیک میکردید و بعد یک دکمه خاصی رو براش تعبیه میکردید. مثلا اگر دایره رو میزدید با اون یکی دشمن میزد، اگر مثلث رو میزدید به یه دشمن دیگه. این ایده واقعا جذاب بود که میتونست هر بازی اکشن دیگه ای رو انقدر باحال بکنه. اما خب سازنده‌ها گرفتن اون ایده رو پتنت کردن که خب با عرضه بازی بتمن آرکام اسایلم دیدیم که این ایده رو میشه بستش داد، چون که سیستم مبارزه بتمن آرکام اسایلم شباهت زیادی به این داشت ولی خب واقعا بهتر بود. خوشبختانه الان بازی‌های خیلی بیشتری میتونن از این ایده استفاده بکنند. شماره 4، خب یکی از احمقانه‌ترین پتنت‌هایی که من دیدم مربوط به بازی ماس افکت میشه. اگر بازی ماس افکت رو انجام داده باشید و زمانی که دارید با NPC صحبت میکنید میبینید که دیالوگ ها دور یک دایره طوری که میدونید شبیه پیتزاز ظاهر میشن و بعد شما هر کدوم از آپشن ها رو انتخاب میکنید. اونا گرفتن این ایده دیالوگ ها و اون دایره رو پتنت کردن و بازی های دیگه نمیتونن ازش استفاده بکنن. البته میتونن ازش استفاده بکنن اما یه مقدار متفاوته. توی این بازی ها اگر دقت بکنید اکثرا رنگ سفید دارن و شما یکی رو انتخاب میکنید، مثل بازی مسوک نیستن که هر قسمت رو تیکه تیکه کرده باشن. در واقع اونا از یک سری وکیل دیگه استفاده کردن و میتونید یک سوراخ قانونی توی این پتنت پیدا کردن، یک جورایی دورش زدن. شماره 3، یه بازی قدیمی که ما بارها توی این کانال در موردش صحبت کردیم Eternal Darkness. همونطور که قبلا گفتیم توی این بازی چیزی وجود داره به اسم Sanity Meter، یعنی میزان سلامت عقل شما رو نشون میده و توی بازی هر مقدار این سلامت بالاتر بره و میدونید اون میزان روانی بودن شما بیشتر بشه، یک سری توهماتی برای شما شکل میگیره. اون که مثلا یهو ممکنه دشمنا رو عجیب غریب ببینید، اینکه یهو تلویزیون خاموش بشه، یعنی اینکه صداش کم بشه، یعنی اینکه شما فکر بکنید که سیوتون داره پاک میشه. این ایده واقعا انقلابی بود و نینتندو به سرعت رفت اون رو پتنت کرد و به همین دلیله که توی هیچ بازی دیگه شما این ایده رو ندیدید. و از اون بدتر اینه که خود نینتندو هم دیگه نیومده از این ایده استفاده بکنه و متاسفانه تا سال 2030 این پتنت طول میکشه. شماره 2، کسایی که قدیمی تر باشن به احتمال زیاد از بازی تاکسی دیوونه یادشون هست، یه بازی قدیمی که توی دوره که عرضه شده بود واقعا طرفداری زیادی داشت. خب سگا بعد از اینکه این بازی عرضه شد رفت یک موردی رو در مورد اون پتنت کرد. چه واردی؟ خب توی بازی تاکسی دیوانه یک فلشی میومد بالای تاکسیتون و بهتون میگفت که از کدوم مسیر باید برید. خب این ایده رو اونا گرفته بودن پتنت کرده بودن. خب در حال حاضر این پتنت مدتش تموم شده. اما یه بازی دیگه وجود داره به اسم سیمسون ها هیتن ران که خب شباهت خیلی خیلی زیادی به تاکسی دیوانه داره. از نظر گیم پلی تقریبا یکی هستن. شما نمیتونید به خاطر کپی کردن همچین چیزی از اونا شکایت بکنید. اما به خاطر اینکه اونا گرفته بودن از اون فلش استفاده کرده بودن، سگا از ویوندی شکایت کرد. و جالب بدونید که اون شکایت رو برد. اما خب با ویوندی گرفتن به یک تفاهمی رسیدن و همین قضیه باعث شد همه چیز به خیر و خوبی تموم بشه. شماره 1، که لیست عجیب ترین بازی های ویدیویی ما بارها به کاتاماری اشاره کردیم. خب اینطوری که شما میگیرید یک توپی رو میچرخونید، بهش آشغال میچسبه و بعد این توپه هی بزرگتر و بزرگتر میشه. که در کمال تعجب باید بهتون بگم که نسبتاً کاتاماری موفق هست، آره طرفدارای زیادی داره و فروش بالایی هم به دست میاره. شاید باورتون نشه اما
این ایده که شما یک توپی رو بچرخونید و بعد بگیرید باهاش مثلا آشغال جمع بکنید یا هر چیز دیگه ای توسط بندای نمکا پتنت شده و در واقع هیچ استودیوی دیگه ای نمیتونه ازش استفاده بکنه. و جالب بدونید که این پتنت خیلی هم سفت و سخته، در واقع نگرفتن هر روزنه امیدی رو بستن و به همین دلیله که شما دیگه هیچ بازی رو با این سبک گیم پلی به جز کاتاماری نمیتونید پیدا بکنید. و خب اینم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.